دوستان عزیزم، حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. عزیزان، امروز اومدم به دیدنتون با آموزش یه بامیه یه بازاری بسیار سریع راحت آماده میشه و در این بامیه هیچ تخم مرغ به استفاده نشده. بریم با هم دیگه مواد لازمش رو ببینیم و طرز تهیه‌اش. با من همراه باشید. دوستای عزیزم، مواد لازم جهت این بامیه، تهیه این بامیه، ما یک پیمونه آب ولرم لازم داریم، یک پیمونه و نیم آرد لازم داریم، آرد سفید قنادی خب خیلی بهتره، 3 قاشق چایخوری پودر خمیر مایه و 2 قاشق چایخوری هم شکر لازم هست. از دایدم این موادش تشکیل میده و اما اون شهدی که من بعد به خود بامیه ها میزنم تشکیل شده از 2 پیمونه شکر، 1 پیمونه آب میذارم بجوشه، به قوام که اومد یه مقدار زعفرون به اون اضافه میکنم و میذارم حسابی غلیظ شه. چند تا قطره آب لیمو هم میتونید بهش اضافه کنید که حالا شکرک و قندک نزنه به اصطلاح خودمون. اما خب من توی تهیه‌ام حتما بهتون میگم که من دوست دارم یه مقدار عسل هم به این بزنم و برای خودم 2 قاشق عسل من به این شهدم اضافه میکنم و روی بامیه هام میریزم. اون دیگه کاملا سلیقه‌ایه. میریم با هم دیگه طرز تهیه این غذا، این بامیه خوشمزه رو ببینیم. برای تهیه این بامیه بازاری ما نیاز داریم به تقریبا 3 قاشق پر چایخوری خمیر مایه و 2 قاشق چایخوری شکر که اون من اینا رو توی ظرف میریزم و تقریبا 200 میلی لیتر آب ولرمم روی اون میریزم و تقریبا ربع ساعت اجازه میدم که این خمیر مایه ما آماده بشه و به اصطلاح میگیم ور بیاد. ربع ساعت زمان میبره که این ور بیاد. من در این ظرف رو میبندم و بهش استراحت میدم. زمانی که خمیر مایه ما آماده شد، به این شکل در اومد، میبینید آماده شده. تقریبا 1 پیمونه و نیم آرد سفید رو من به این اضافه میکنم کم کم تا یک خمیر نسبتاً سفت نباشه، شلم نباشه، اما حسابی کش بیاد. حالا شما میبینید تقریبا 200 گرم آرد میشه فکر میکنم. اینو حسابی مخلوط میکنیم. آردها بستگی، میدونید آردها فرق دارن. شما تقریبا به اون اندازه که یک خمیر تقریبا کش اومده و شل که بتونیم از ماسوره ردش کنیم به دست آوردی، این کافیه. مرحله حال بعد یکم آردها رو کم کم اضافه کنید که یه دفعه سفت نشه، چون اگه این مایه سفت بشه دیگه به درد نمیخوره. این بامیه واقعا خوشمزه است و خیلی بچه ها دوست دارن، برای پذیرایی فوق العاده است. بکنید به همین اندازه کافیه، میبینید به همین اندازه که کش میاد کافیه، به این اندازه. خب من اینو 1 ساعت استراحت میدم، در ظرفمو میبندم و 1 ساعت بهش استراحت میدم تا حسابی میگه ور بیاد، حالا جا بیفته و خلاص استراحت کنه.
یک ساعت من زمان میدم به این و بعد با هم دیگه مرحله های بعد رو میبینیم. الان تقریبا یک ساعت گذشته و میبینید که کاملا اینها پف کرده. من پف این خمیر رو میگیرم، میبینید کاملا پف کرده. خب پفش رو که گرفتم، بعد اون رو توی قیف میریزم و سرخشون میکنم. روغنم هم گذاشتم آروم آروم گرم شه. توی این قیف میریزم. یک مایه کاملا کشدار شده. و میرم که اونا رو سرخ کنم که شما ببینید. همینجور که میبینید به این شکل بامی ها رو میریزیم توی روغن. روغنتون خیلی گرم نباشه، به همین اندازه کافیه. حالا اونا که سرخ شدن، یه دونه هم اینجا جا داره، اینم بریزم. با قاشق مرتب روغن میریزیم روی اینا. من اینو ورش رو سرخ شده برمیگردونم. شما اگه میخواین، دوست دارید، میتونید یه چند قطره زعفرون دم کردم توی این مواد بریزین که خب تورتر و رنگش قشنگتر میشه. اما من چون میخوام اون شهدشو عسلی ریختم، یعنی زعفرون ریختم داخلش، دیگه توی این مواد نریختم. مرتب روغن بریزین روی بامیه ها. یه ورش که سرخ شد برگردونید. این مرتب باید چندین بار این ور اون ورش کنید تا حسابی برشته و طلایی بشه. اینم دوست عزیزم از ایران، ساران عزیزم، گفتن که یه بامیه ای آموزش بدین که تخم مرغ توی موادش به کار نره. امروز دیدم بهترین موقعی یا زمانیه که تایم دارم میتونم این کار انجام بدم. دوستان عزیزم، مرتب این بامیه ها رو این ور اون ور کنه تا حسابی دوورش یه رنگ و طلایی بشه. خیلی ترد شده الان، صداشو متوجه میشید. و با حرارت کم تا حسابی مغز پخت بشه. بازم میگم مغز پخت بشه. عزیزان، من اون ماسوره ای که مخصوص بامیای حالا عربی و بازاری هست، من اینجا نتونستم گیر بیارم، اما مطمئنم شما ایران میتونید اون رو از مغازه‌های حالا لوازم قنادی میفروشن گیر بیارید که خب خیلی شکلی‌تر و قشنگ‌تر میشه. ولی مواد همین مواده و طعم و مزه همینه. امیدوارم که شما هم تهیه کنید تو لذت ببرید از طعمش. من الان که دارم درست میکنم یادم میاد که این بامیه رو من شیراز از خیابون داریوش میخریدم، خیلی دوست داشتیم. خب تقریبا این داره دیگه کامل سرخ شده و من اونا رو میذارم توی ظرف دیگه که روغنشون گرفته بشه. و همون یه کوچولو که روغناش گرفته شد، اون شهدمو بهش میزنم. بامیه باید یه کم گرم باشه و شهدتون باید کاملا سرد باشه تا به خورد این بامیه ها بره.
الان موقعی است که دیگه من اونا رو بر میدارم و میذارم که روغنشون گرفته شه توی این سبد گذاشتم، یه دستمالم گذاشتم تا روغنشون گرفته شه. یه مقدار که سرد شد، شاید بعد یه دو سه دقیقه، چون نباید بامیه سرد شه، بازم میگم نباید بامیه سرد شه، اینم آخریش که اضافه مواد بود این شکلی در اومده. اوکی، یه چند دقیقه که روغنشون گرفته شد من به اونا شهد خواهم زد. من الان زمانیه که شهدم رو به این بامیهام اضافه میکنم، میزنم. گفتم شهد کاملا باید سرد باشه و بامیهاتون گرم باشه. من شهدم و تقریبا دو سه تا قاشق عسل بهش اضافه کردم چون دوست دارم سالم تر باشه، حالا تا شیره شکر. و این شربت رو شما اگر نمیخواین عسل قاطیش کنید، عسل استفاده کنید، میتونید دو تا لیوان شکر رو با یه لیوان آب حسابی بذارید بجوشه. وقتی کاملا مخلوط شد یک قاشق چایخوری جوهر لیمو به اون اضافه کنید که جوهر لیمو باعث میشه که به اصطلاح خودمون شکرک نزنه. اینا باید حسابی به خوردشون بره. همینجور که سرد میشه این عسل و چیزو به خودش میگیره. میگم اینا خیلی ظاهر زیبایی پیدا نکردن چون من ماسوره اینجا نتونستم گیر بیارم، ماسوره ای که مخصوص این بامیا هست، ولی مطمئنم که شما ایران حتما میتونید گیر بیارید. این یه دونم که این شکلی شد اضافی مواد بود دیگه، گفتم حیفه اینم درست کردم. طعمش فوق العاده خوشمزه و عالی. خب این که سرد شد کاملا اینا به خوردش رفت، من دیزاینش میکنم و اینا توی ظرف سرو میکنم و شما خواهید. دوستان عزیز نگاه کنید چه صدایی میده و چقدر توش مغز پخت و عالی شده. بکنید بسیار لذیذ خوشمزه، امیدوارم که تهیه کنید. واقعا خیلی طعم عالی داره. و بقیه موادم رو من روی اون میریزم. امیدوارم که تهیه کنید و با چایی خلاصه از خودتون و دوستاتون پذیرایی کنید. دوستای عزیزم اینم از بامیه‌ای که خیلی خیلی راحت با هم دیگه تهیه کردیم. دیدین که واقعا هیچ دردسری نداشت و با کمترین مواد تهیه شد. بسیار ترد، لذیذ و خوشمزه است. اگر شما با همین رسیپی تهیه کنید.
عزیزای دلم لطفاً چنل یوتیوب من با بقیه دوستاتون به اشتراک بذارید و اگر کامنتی دارید که غذای خاصی مد نظرتون است حتماً برام کامنت کنید. با تمام وجودم در خدمت شما هستم. این بامیه هم یکی از دوستای عزیزم ساران عزیزم از تهران خواسته بودن که من اطاعت هم کردم و امیدوارم که ایشون این برنامه رو ببینن و استفاده کنن. لطفاً چنل یوتیوب من رو حمایت کنید با لایک و سابسکرایب و با بقیه دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی که هستید. تا یه آموزش دیگه به دستان خداوند میسپارمتون. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.